دولت مرکزی هند هر روز بر دامنه فشارهای خود علیه مسلمانان در مناطق مختلف این کشور میافزاید. حالا رسانه‌های محلی گزارش دادن که نیروهای دولتی به بهانه‌های مختلف با بلدوزر به خانه‌های مردم حمله برده و به تخریب آن می‌پردازند. همکارم علی اکبری گزارش می‌دهد. ها تن از ساکنان مسلمان منطقه هالدوانی در ایالت اوتاراکن در شمال هند پس از آنکه دادگاهی در آن کشور دستور تخریب بیش از چهار هزار خانه را به اتهام تجاوز به زمین های راهان صادر کرد برای چندین روز در سرما تظاهرات کردند. ماه گذشته دیوان عالی کشور هند دستور توقف این حکم را صادر کرد. این حکم می تواند زندگی پنجاه هزار نفر را تحت تاثیر قرار دهد. دیوان عالی هنوز درباره موضوع مالکیت زمین های مورد مناقشه حکمی صادر نکرده است. علا رغم آن تخریب های اخیر در مقیاسی منحصر به فرق رخ می دهند، اولین مورد در نوع خود نیستند. سال گذشته، املاک مسلمانان در اوتار پرادش، مادهیا پرادش، دهلی نو و مناطق دیگر هدف تخریب قرار گرفتند به این بهانه که عموما زیل عنوان تجاوز و تصرف غیرقانونی قرار می ماهیت ناگهانی تخریبها که فضای کمی برای تحقیقات قانونی باقی میگذارد، نحوه تلقی مسلمانان از زندگی عادی در هند را عمیقا تغییر می دهد. و خطوط بین فضای عمومی و خصوصی را محو می کند تخریب ها باعث آسیب اقتصادی بر مسلمانان می و در عین حال به جایگاه سیاسی آنان آسیب میرساند. در پرونده هالدوانی رسانه های دولتی هند روایتی شرورانه را مطرح کردند که طبق آن معترضان مسلمان را به عنوان یک باند جهادی معرفی کرد یک نظریه توطعه مبتنی بر آنکه گویی مسلمانان قصد دارند از طریق غیرقانونی سرزمین های هندو را اشغال کنند در سالیان اخیر سیاست تخریب خانه ها به بخشی جدایی ناپذیر از گفتمان اداری بهاراتیا جاناتا تبدیل شده است در حالی که اقداماتی مانند قانون اصلاح شهروندی هند و ثبت ملی شهروندان وضعیت حقوقی مسلمانان را به عنوان شهروند در کشور تهدید می کند عنوان سازی نقش مسلمانان به عنوان متجاوزان به زمین از سوی تخریب کنندگان خانه های آنان به دنبال ایجاد چهره مجرم از مسلمانان هند است. ایالت اوتاراکن که حال دوانی را نیز شامل می شود کانون تبلیغات قوی هندو تووا بوده است که آن را به عنوان سرزمین خدایان تبلیغ می کند و این مفهوم را مطرح می کند که مسلمانانی که در آنجا زندگی می کنند خارجی هستند علی اکبری اخبار شیعه